برندگان مسابقه تعاملی قسمت دوم شبهای مافیا زودیاک. در قسمت دوم 4 سوال تعاملی داشتیم و 19% از بینندگان فیلمو حداقل به 3 سوال پاسخ درست دادند و از بین آنها این 3 نفر به قید قرعه برگزیده شدند: خانم رها صبحانی از تهران، آقای امیر حیدری از تهران، خانم مهتاب وطن دوست از مشهد. هر هفته 3 فیلمویی که پیشبینی درستی داشته باشند به قید قرعه برنده میشن. اگر میخواهید برنده بعدی 2 سال اشتراک رایگان فیلمو باشید، فرصت شرکت در مسابقه این هفته را از دست ندید. اینجا سیسیل، یه جزیره خطرناک در جنوب ایتالیا، جایی که زادگاه مافیاست. مساحت سیسیل 25721 کیلومتر مربع، خود مختاره، قانون شبیه هیچ جای دیگه ای نیست. 67 بیمارستان داره، اما از زندانهاش هیچ آمار دقیقی در دست نیست. یه نکته رو یادتون نره، کسب و کار بیشتر اهالی اینجا مرگ. اینجا یه مثل دارن که میگه ایکو دردی مویون و علفین دلفیل، یعنی ترسو آخر فیلم میمیرن. سیسیل آب و هوای معتدل و سواحل خیلی زیبایی داره، برای همینم حتما برای مسافرت پیشنهاد میشه. نگران نباشید، این صداها برای بچه های سیسیل حکم لالایی رو داره. درسته که سیسیل همیشه با مافیاش شناخته شده، اما سیسیل ما یه مهمون ناخونده داره، زودیاک. یه قاتل سریالی که وارد شهر شده و به جان شهروندا و مافیا افتاده. آیا دشمنی با زودیاک میتونه برای اولین بار شهروندا و مافیا رو با هم متحد کنه؟ باید صبر کنیم و ببینیم. اینجا شبهای مافیا زودیاک. به سیسیل ما خوش اومدی. We'll be right back.
نباید بزنیم که وقتی چیز میشه بر من فقط سنگینی داره نه چیزی باید عوض کنیم نه یه اصاب میشیم بزنیم سلام 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 برادر بفرمایید به سیسیل خوش آمدید بفرمایید مخلصی عجب تیم جذابی چطوره؟ جذابه؟ عالی قربونشم مخلصی افتخار کار کردن با بعضی از رفقا رو داشتم ولی خوشحالم برای من باعث افتخاره که با خیلی از شماها با جمع 12 نفره شما آدمای جذاب در یه قاب دیده بشم. آقای دلاوری شما مافیای صد منی از الان. من کیه صد تو هم؟ شما عزیز منی. عزیز من نمک صد منی. حالا بهش میرسی. این بی‌طرفی رو دوست دارم. آقای بازقی شما رئیس صنفین، آزادین، هر کاری دلتون خواست میتونین بکنین. شب چشماتون رو باز کنین، برین بیاین، راحت باشین. کسی جرأت نداره شما. همه دوستان روی میزاتون نوشیدنی های حامی مالی برنامه است. هیدی و واندی. هیدی که ماهوشعیره و واندی که نوشیدنی انرژیزاست. سناریویی که داریم که بارها تمرینش کردید، میدونم تقریبا یک ماه توی کافه های مختلف بازیش کردید، سناریوی خیلی جذابیه. زامیاد سعدوندیان و تیمش طراحی کردن این سناریو رو که دوست دارم تشویقشون کنید. خیلی درجه یک و بدون باگ. و سیسیل ما در امنیتی ترین شرایط ممکنه در هنگام بازی ما، اما من به جان دلم آقای خیابان سیسیلیش بقا امن نیست، حتی آلپاچینو هم که باشی نامزای تو میکشن دیگه. رو حرف آقا جواب نمیشه حرف زن. مخلصیم سوله مخلصیم. ولی من جدا از اتفاقات بازی ها و اتفاقات مافیایی سیسیل میخوام یه حرف شخصی بزنم. من تقریبا 21-22 ساله که دارم کار میکنم، اکثر کارهایی هم که کردم کمدی بوده. خیلی وقتا آدم ها تو خیابون منو نگه داشتن، تشکر کردن، گفتن باهات خندیدیم، بغلم کردن، عشق دادن بهم. اما من میخوام الان اینجا در مقام یک مخاطب همه اون انرژی خوبی که این آدم ها این سالا به عنوان یک کمدین به من دادن رو من به مهران غفوریان بدم. مرسی قربونت برم. ما تو رو خیلی دوست داریم مهران، تو خیلی آدم خفنی هستی. مخلصتم. تو اصول علمی کمدی رو با همه وجود میدونی، درسش رو خوندی و خداوند یک هدیه عجیب، یه نمک ویژه به تو داده که حداقل از طرف من قربونت که سالها کمدی کار کردم به نظرم شبیه تو، اندازه نمک تو وجود نداره، واقعا وجود نداره. از طرف همه من میخوام تو رو بغل کنم. قربونت برم. مخلصم. فدات. مخلصم. قربونت برم. نمک در نمک. یه شبم تو بازیمون یه دست کتی شلوار قرمز بپوشم. مخلصم. قربونت برم. ممنونم. آسی بلند باشه. و یه هدیه برات دارم مهران. میخوام اندازه 2-3 دقیقه چشمتون رو ببندین. زود نیست؟ ببندین. به من اعتماد کنین. اندازه 2-3 دقیقه چشماتون رو ببندین و لذتش رو ببرین. آدم ها با هم و تنها، هر کدوم به جور ما، اما بعضی باشه با گراسن، بعضی باشه با دیمان. آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخه زندگی بلانی ریست که سراسر ششی غیر آسمونه. این شب چرا دشمنی، چرا غم وقتی که میشه تو بیاد
بگیرم جو آدم دیگه دست خودش که دید گندت به خودش فرده نم من به ایروزه برای اون من به ایروزه میفرگا جکی هم تو نمیری با این دقیقی میکنی من بودم میخوستم کمپان یه دم اون درد میگنه از هم مدمی چی کاره هنده برو با پنج خودم نگه با تو چی تو چرا میزنی زندگی چی خودمه آدم ها آبن و بیدار آدم ها رازی و بیزار آدم ها قصه به جاری قصه شو قصه تکرار چی حقیقت چی سنابه چی گناهه چی سوابه چهره های آشنایی صورتی پشت نقابه امیر تاجی امیر مرسی قربونت برم نازنین به کف کردم قربونت برم ما هم کف کردیم عزیز دلی قربونت برم دورت بگردم من قسم الان اسمت به همه شما نازنینان علت این که اینجا هستیم بیشتر برای این بود که انرژی دیگه بدیم این آهنگ مال حدوداً 22 سال پیشه بله. به جرئت میتونم بگم من بارها در جناب آقای بهرانی عزیز بارها در برنامه‌ای که داشتم گفتم شناسنامه کاری من آهنگ زیر آسمان شهر بود قطعاً سریال زیر آسمان شهر با این موسیقی در کنار هم حق مطلب یک سریال موزیکالیتر رو به نحو احسن انجام داد و منم خیلی خوشحالم که دیدم قربون تو برم سلام برسونی به کف کردم دیدم دم شما گرد دیگه استاد خوشحال شدم موفق باشید همه دوستان آقای قربون تو خیلی ممنون متشکرم دعوت شما قربون شما مرسی سپاسگزارم متشکرم قربون شما قربون شما برم متشکرم اول یه دونه نوشیدنی میدادی به امیر دایه بود دیگه چه سورپرایزی برای ما دارید کفمون برید من یه توضیح بدم اون سالی که اون اتفاق افتاد و تو عمل کردی مطمئنم همه ما چشمامون اشکی شده یه خورده قدر خودتو بیشتر بدون یه دونه ای فقط یه دونه ای من میخواستم بگم که تنظیم و آهنگساز تیتراژ زیر آسمان شهر کار داداشم مهدی قفوریان بود که الان اون عمل قلبی که من کردم و چند روز پیش عمله رو انجام داده ژنتیکی داریم دیگه آخریش بود فکر کنم انشالله که سالهای سال همه تون سالم باشید مرسی خیلی ممنون زنده باشی زنده باشی یه جمله دیگه احتیاج دارم برای اینکه تو مهران چه شهروند ساده ای زنده باشی مهربون بدون شیله پیله الان لذتشو بردیم در روز بلایند و ناآگاهی هم هر کاری دلتون میخواد بکنید ولی بعدش نگاه به این چهره مهربان نکنید من بسیار گرداننده سختگیری هستم اگه موافق باشید ماسکا رو به چهره بزنید که بریم سراغ تقسیم نقش ها قبلش آیا دوست دارید که اینو خودتونم قاطی کنید که خیالتون راحت باشه قبولتون داریم من که قبول آقا من قبولتون دارم بفرمایید من قبولتون خواهش میکنم خوب کن خیلی رنگم به نظر به عنوان نه من میدونم آدمی که امشب خیلی خوشتیپ شده در ضمن مجردم اینم اگه میشه برنامه بگی مجردی بله بله زنده باش خیلی خوب دوستان ماسکا به چهره لطفاً خب بریم سراغ تقسیم نقش ها مهران جان نقشه تو ببین لطفا
مفتشه من ماسکا رو بردارید، کمی نفس بکشید، لذت ببرید، میدونم سخته، کمی به هم نگاه کنید. اجازه هست یه چیزی بگم؟ بفرمایید. شب که طولانی میشه آدم یاد این یه بیت شعر میفته، یه شب بلند و دل من در تب و تابه، وای وای آقای خیابانی. شب دراز است و قلندر بیدار. احبه. متشکرم. ره بده. خیلی خب، ما بدون معطلی سراغ روز بلایند یا روز ناآگاهی میریم. فعلا علال حساب با 12 شهروند طرفیم. هنوز هیچ کس با هیچ کس چشم باز نکرده، البته مافیاها و زودیاک خودشون میدونن که چه خبره، اما هنوز یارانشون رو نمیشناسند. لطفاً دیگه اصلاً با هم صحبت نکنید. کی دوست داره که سر صحبت باشه؟ خانم هلیا. از خانم هلیا امامی شروع میکنیم. در جهت عقربه های ساعت میگردیم. نفر اول خانم هلیا خواهند بود، نفر آخر خانم مؤمن. در روز ناآگاهی فقط ترن صحبت دارید، اجازه چالش نداریم. راحت صحبت کنید، به هم تارگت بزنید بر اساس هر احساسی که دارید یا استدلالی که دارید، و لطفاً با لایک و دیسلایک هاتون دیتا وارد بازی کنید. خانم امامی با شما ایم. سلام به همه شما عزیزان، من هلیا امامی هستم و این افتخار خیلی بزرگیه که نصیب من شده که این دست میتونم در کنار شما بازی بکنم. من نور شهرتونم. تجربه ثابت کرده که هر بار شهر نورشو از دست داده، خاموش شده و این فرصت رو به مافیاها داده که شهر رو ببرن. مراقب نور شهرتون باشین. من میخوام تارگت بزنم به آقای قفوریان، به خانم فولادوند و آقای آفاق. خیلی دلم میخواد که آقای علوی و خانم مؤمن شهر باشن. دو دست پشت دستشون بازی میکنم و انشالله که میبریم. سلام، امیدوارم خوب باشید. من میدونم که دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن خیلی زحمت کشیدن، چون این فضایی، چون این دکوری، چون این سیسیلی رو در هیچ جای دنیا ندیدم که ساخته باشن. براشون دست بزنی. آقا محسن. و یه نکته اینجاست که میگن که همیشه ما به هر حال وقتی که برنامه‌های مختلف رو کار میکنیم، میگن که به مخاطب یه چیزی بگید، به مخاطب یه چیزی بدید. آن چیزی که این برنامه میتونه مخاطب بده، میتونم بگم که آموزش دوست یا دشمنیابیه. میتونه نشان بده که الان یه جور تاکتیکه، یه روش مبارزه است، یه روش مسابقه است. این برنامه مثل مسابقه فوتباله، مثل مسابقه والیباله، مثل یک مسابقه ورزشیه. داره روش‌های مختلف مبارزه رو به شما یاد میده. تو فوتبال دارید کاری میکنید که حریفو فریبش بدید که بهش گل بزنید دیگه. کشتیگیر اینوری میکنه ولی اونوری زیر میگیره. بساره دروغ میگه، نه، تاکتیک مبارزه است. آقا جواد، تو اون 8 دقیقه وقت اضافه است. عزیزم، از رفتی. ساندور پرسوتو نزن تا من بیام. بفرمایید. داستان اینه. من الان تارگتی ندارم. وقتی نمیشناسم، چرا بی خود کسی رو متهم کنم؟ متشکرم. اجازه بدید من دیگه سکوت کنم. چشم. به افتخار خود. کاوه جان. سلام، کاوه هستم. آفا. خیلی هم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و ممنون از صحبت‌های شما زیبا. ممنون آقای غفوریان، بسیار چهره زیبای مافیاتوری دارین. امیدوارم که به ما بفهمونید که شهروند هستید. خانم نسیم ادبی و همچنین و فعلا همین. متشکرم. مهران جان. به نام خدا، مهران غفوریان هستم. تیپم مافیا نیستم و خوشحالم با تک تکتون دارم بازی میکنم. خانم مومن، طبق همه بازی ها میگم امیدوارم شهروند باشید و شهروند بازی کردنتون رو خیلی دوست دارم. مریم خانم، و باهاتون بازی میکنم. مافیا بخوام به کسی تارگت بزنم، منم نمیزنم. مرسی.
خب سلام عرض ادب، بهرنگ علوی هستم، ملقب به بهرینگ و الویانو، از شهر تورین مهمان شما هستم در سیسیل. گرداننده بسیار جذاب و خوشتیپی داریم، به افتخارش می دست بزنیم. من هم امیدوارم خانم مؤمن شهر باشه چون خیلی کمک میکنه، بسیار پلیر خوبیه. خانم هلیا امامی سر دست، حالا لطف داشتن به من و خانم مؤمن گفتن که شهر باشیم، باشه ما هم با شما دو روز اول رو بازی میکنیم، هرچند تارگتاتون پراکنده بود، یعنی شما ایشون اول بود، بعد ایشون، بعد خانم پولان، ولی از ایشون شروع کنین. حالا اینو در واقع به عنوان چیز استفاده نمیکنم، یعنی با شما بازی میکنم. آقای خیابانی عزیز اجازه میگیرم ازشون چون تارگت نکردن یه تارگت بزنم، برایند شما رو میذارم برای فردا. از این ورم آقای دلاوری تارگتشون میکنم با احترام، خانم فولادوند و جناب آقای عسکری عزیز. خیلی مخلص. متشکرم. خب دوستان عزیز، محمد دلاوری هستم، خیلی خوشحالم تو سیسیل میبینم اتون، اصلا فکر نمیکردم اینجا هم دیگر رو ببینیم. چه مهربون شدی، به خدا اینا تو تمرین ها یه طوری بازی میکردن آدم تن و بدنش میلرزید، همه با هم با محبت و اینا. یه ذره شک دارم، یعنی خدا رو شکر خوشحالم که اینقدر فضا آرومه. تو تمرین ها همون لحظه اول حمله ها شروع میشد. خانم مؤمن همه گفتن که احتمالا شما شهرید، یعنی دوست داشتن که شما شهر باشید، نمیدونم چرا حس شهر ازتون نمیگیرم. میخوام که بیشتر فوکوس کنم، بیشتر نشانه گذاری کنم روی شما و دنبال کنم بازیتون رو. خانم ادبی هم همینطور، تو تمرین هم وقتی که مافیا بودید یه ذره میخندیده، آره در خود فرو میرفتید، با مافیای واقعی راحت‌تر بودن واقعا. یعنی راحت‌تر میشه مافیای خودرو و دارو اینا رو تشخیص داد، چون خیلی راحت‌تر خودشون رو لو میدن، یه سابقه دارن. این بازی برام سخته، کمکم کنید بازی رو یاد بگیرم. مشتبا جان سلام. مشتبام، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم، غیر از اینکه خوشحالم باعث افتخارم هم هست. به شهروندی که تارگت نزنه تارگت میزنم، چون حس میکنم میخواد چشماشو باز کنه، یاراشو تشخیص بده، بعد سناریو بچینه. بنابراین هم با آقای خیابانی جسارتن، ما اینجوری هیچ وقت تارگت نمیزنیم، ولی هم به مهران قفوریان عزیز تارگت میزنم، با بهرنگ عربی بازی میشه، مگر تا جایی که، البته من منتظرم صحبتهای خانم مؤمن رو بشنویم، ولی من تارگت میزنم بهش، مثل محمد دلاوری تارگت میزنم به ایشون و صحبتاشو بشنوم. من نمیدونم چرا با این میز کسی کاری نداره، خیلی قشنگ نشستن. شما اگه آخر زدین شما مسکر. من ببخشید، من به آقای بازقی تارگت میزنم صحبتاشونو بشنوم، فکر نمیکنم از این میز مافیا در بیاد. متشکرم. سلام با همه دوستان، حدیث فولادوند هستم، خیلی خوشحالم که در سیسیل در کنارتون هستم. خیلی معذرت میخوام آقای خیابانی، من شرمنده روم دیوار، تارگتم شما هستید و آقای بازقی. ببخشید آقای رئیس، معذرت میخوام. خانم نسیم سلام عرض میکنم خدمت همه، خیلی خوشحالم که امشب در جمع پلیرهای خیلی خوب، حرفه‌ای و خب با خیلی از بچه‌ها بازی کردم، میتونم بگم باهوش هستم. چیزی که میتونم بگم به هر حال اینه که نه آقای خیابانی نه، البته من واقعا فقط با شما بازی نکردم و با آقای مشتاق بازی نکردم، تقریبا با بقیه بچه‌ها توی تمرین‌ها بازی کردم، تا حدودی بازی بچه‌ها رو میشناسم. اتفاقا خیلی دلم میخواد که یه تارگتی بزنم حتما به شما دو نفر، چون که حالا بازی ها نه همجوری فقط برای اینکه فیلینگی بازی پیش بره، ولی از آقای کاوه در تعجبم، برای اینکه اصلا هنوز دست نچرخیده بود، صحبتی نشده بود، حالا منو گفتم و همینطور آقای دلاوری عزیز که مد نظرشون من بودم. من به همین دوتا عزیز تا حدودی شک دارم و آقای خیابانی من چیزی نمیگم، ولی آقا مشتاق اجازه بدین که به شما هم یه تارگت کوچیک بزنم. خیلی ممنون. متشکرم. به نام خدا، من حمید عسکری هستم، کوچیک همه شما.
من شرمندم خانم ادبی، شما خیلی توی بک استیج پر هیجان و شلوغ و، ولی الان یه آرامش و یه متانت عجب غریبی در شما میبینم. من فعلا به خانم ادبی تارگت میزنم. شکرم. پژمان جان. به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیزان. خیلی خوشحالم از اینکه در این جمع حضور دارم. من اصولا این بازی رو به آدم‌ها نگاه می‌کنم، همونجور که آقای خیابانی فرمودن، به آدم‌ها نگاه می‌کنم بعد از اینکه ماسک رو میارم پایین چه اتفاقی براشون می‌افته. چیزی که خیلی چشم من رو گرفت و بعدم باز هم دقت کردم و مجبور شدم از یه نفر عقب بکشم، از بهرنگ بود. به محض اینکه همه ماسکا رو آوردن پایین، مهران آب نوشید، کاوه آب نوشید و آقای خیابانی هم آب نوشید، بهرنگ اون انرژی زاهر رو برداشت. بعد دقت کردم ببینم آیا در طول این صحبت ها بازم کسی آب میخوره یا نمیخوره. دیدم که بهرنگ ادامهش رو انجام داد، یعنی میگه گفتم خب پس بهرنگ الان دیگه دیر شد. آقای خیابانی، من 4 تا تارگت داشتم که تبدیل شد به 3 تا، یعنی فعلا که با بهرنگ بازی میشه. مهران عزیز از نظر من، چون یه دفعه به تغییراتی بعد از ماسک انجام شد، کاوه عزیز 50-50، ولی آقای خیابانی میخوام که ایشالله که در طول بازی حرفای شما رو بشنم. خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم. نفر آخر، خانم مومن. سلام، من مریم مومنم، کوچیک همه تون، سنم هم از همه تون پایین تره. مرسی، واقعا احترام قائلم، از تک تکتون یاد میگیرم. ببخشید اگر در طول بازی یه صدام بره بالا یا تارگت سفت و سخت میزنم، حمله بر بیادبی نذارید. ببین آقا مشتبه، شما 2 نفر رو تارگت میکنی، میگی صحبت نکردن، تارگتی در اصل نداشتن و منی که صحبت نکردم هم تارگت میکنی. پس شما با فکت مشکوک بازی. آقای غفوریان، آقای خیابانی تارگتی نداشتن، نوبت صحبت من هم نبوده، منو تارگت میکنی. من بهت موزه بازی میدم، فردا برایند به تو میگم. خب بچه ها ببینید، آقای غفوریان ایزی تارگت هم است، یعنی یکی در میون آقای غفوریان اسمش برده شده. پس من برایند بازی آقای غفوریان رو میذارم برای فردا. امروز کاور دلی منه، هر کس خواست بره سمت ایشون بیاد سمت من. خوبه آقای عسکری، شما تقریبا انتهای صحبت بودی، تارگت فقط خانم ادبی، یه دونه قبل خودت، یعنی ذهن فراموشکار برای مافیاست. آقای آفاق ببینید، شما هم یه به هم ریختگی داشتید. ببینید تجربه ثابت کرده، هلیا اینو به تو دارم میگم، من به تاخت میرم شهر رو نجات میدم، حتی اگر اون شهر روشنایی نداشته باشه. یه روز دو روز باد بازی میشه، روز سوم باد صحبت میکنم. الان اینجوری با فکت باید بازی کنیم. فردا ایشالله روز یک بازی غیر از این بلاین تکلیف بقیه روشن میشه، ببینیم کی از تارگتاشون دنده عقب میگیرن دیگه. منم شو شهروند اوشن رو برای خودم میخوام. کسی تا حالا خواسته؟ بس دیگه سمت من نیا یا آقا مشتبه. متشکرم. همه دوستان صحبت کردن، از نور شهر شروع کردیم، یه دور چرخیدیم، نور کم کم به سمت تاریکی میره، سراغ شب معارفه میریم. لطفاً ماسکا رو به چهره بزنید. ماسک ها به چهره با اعلام من. 5-4-3-2-1 تاریک می شود. کل اعضای مافیا، صاحبان کارت های قرمز بیدار شن لطفاً. آل کاپون رئیس مافیا، لطفاً لایک نشون بده به من و به دوربین ها. نفر دوم مافیا، بمب‌گذار. شعبده باز. متشکرم. فرصت شور و مشورت برای اعضای مافیا. فرصت طولانی نیست. تیم مافیای خوب تیمیه که استراتژی داشته باشه، پلن داشته باشه. شما اقلیتید در مقابل اکثریت شهروند، پس چیزی که شما رو برنده میکنه استراتژی شماست. فرصت طولانی نیست. متشکرم. ماسکا به چهره. اعضای مافیا بخوابن. دکتر شهر بیدار شه. به من و دوربین ها لایک نشون بده. متشکرم. دکتر بخوابه. کاراگاه بیدار شه. ماسکا از چهرهش برداره. متشکرم. کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای بیدار شه. صاحب 2 تیر
یک ارتش یک نفره در مقابل مافیا. متشکرم. بخوابه. تفنگدار، صاحب 3 تفنگ، 2 گلوله مشقی، 1 گلوله جنگی. تفنگدار بخوابه. محافظ شهر، نقش بسیار دوست داشتنی شهر. بیدار شو لطفا. متشکرم. اوشن، اوشن بیدار شه. نقشی که برای اولین بار در سیسیل با او آشنا میشیم. اینجا رو خیلی خوب دقت کنید. شهروند ساده شماره 1 فقط لایک نشون بده. متشکرم. حالا ماسکشو برداره که بشناسیمش. ممنونم. بخوابه. شهروند ساده شماره 2 فقط لایک نشون بده. ماسکشو برداره لطفاً. متشکرم. بخوابه. و مرد یا زن تنهای سیسیل، قاتل سریالی سیسیل، زودیاک. بیدار شه لطفاً. متشکرم. بخوابه. با اعلام من 5، 4، 3، 2، 1 آفتاب در سیسیل طلوع می کند. رفقا از نوشیدنی هایی که روی میزتونه میتونید استفاده کنید. ما و شعیر هیدی و نوشیدنی انرژیزا وان دی. هیدی و وان دی بفرمایید. بله خواهش میکنم. با لب میز. بله بله با لب میز. میز برنه. تمام شد. بفرمایید. ای بابا. میخواستید. متشکرم. نه اصلا هست. خانم هلیا امامی سر صحبت بودن. مجددن از شما شروع میکنیم. در جهت عقربه‌های ساعت صحبت میچرخه. شما سر صحبتی. قاعدتا خانم مؤمن نفر آخر خواهد بود. خوش باد. دیگه به جز ترن چالش هم دارید. لطفاً از فرصت‌های چالشتون استفاده کنید. زمان چالش نصف زمان صحبت. خانم امامی با شمایی. کسی چالش میخواد؟ خب آقای علوی، من شما فرمودین که من تارگت پراکنده زدم. خیلی به نظر خودم جسارت خیلی زیادی میخواد که نفر اول بلند شدن و قبل از که صحبت دیگرانو شنیدن تارگت زدن. کاملا حسی بود برای من. و آقای قفوریان زمانی که ماسکشون رو آوردن پایین، به نظرم حالشون یه مقدار دگرگون بود. به همین دلیل من به ایشون تارگت زدم. و من همچنان بهتون تارگت میزنم آقای قفوریان. به خانم ادبی میخوام تارگت بزنم. احساس میکنم یه مقداری استرس داشتن. تارگت هم روی شما هستش. آقای شفیعی هم به نظر من یه مقداری بازیشون متفاوت شده. چون میخوام پشت دستش بازی کنم بعد تارگتامو پس بگیرم. ولی فعلا تارگتامو میزنم. با آقای آفاقم تارگتم رو دارم. متشکرم. آقا جواد. آقای عسکری فرمودن کسی که نمیدونه زیاد حرف میزنه. برعکسش هم هست. کسی که میدونه اصلا حرف نمیزنه. همیشه ساکته. اونایی که میدونن الان باید ساکت باشن یا زیاد حرف بزنن؟ نظر شما چیه؟ پس فوراً لیبل میچسبونیم دیگه. آی این اینجوری گفت، آی اونجوری گفت، سوتی میگیریم فوراً. الان نشون دارید دیگه، فرهنگمون دارید نشون میدید. من با ببین یه اصطلاحی هست، میگن که مثل آلمانیا رانندگی کن، مثل ژاپنیا کار کن، مثل انگلیسی ها دروغ بگو، مثل آمریکایی ها جنایت کن، مثل ایرانی ها شجاع باش. شجاع باشید. من با شجاعت تمام اعلام میکنم که اتهام هایی که به من میزنید اتهام. نمیدونم چی باعث شد که یه درمیون گفتید من اصل مافیا هم. آب خوردن پژمان؟ یعنی یه لیوان آب خوردن یعنی که من شدم مافیا؟ زمانتون رو در نظر داشته باشید. دیگه نمیخورم مهران جون، دیگه نمیخوریم عزیزم. اما یه نکته، حالا قراره که دیگه منم اتهام بزنم دیگه.
پس میام سراغ خود پژمان. متشکرم. یک تارگت دارم پژمان بازقی عزیز. کاوه. خب خسته نباشی. خانم شما مافیایی؟ کی؟ خانم نسیم ادبی. اوکی. چرا ما هرچی کرکی میگیم اینجوری میشه. آقای بازقی من بهشون بسیار مشکوک بودم بعد از اینکه نوبت بهشون رسید و صحبت کردم. از عکس العمل فعلیتون نسبت به اتهامی که آقای خیابانی بهتون زدم حرف خودم رو تو دل خودم پس میگیرم، پشت سرتون بازی میکنم. شما چون بسیار حرفه‌ای هستید محکوم هستیم فعلا پشت سرتون بازی کنیم توی دست یک و دو محکوم هستیم. اولی امیدوارم بازی نکنیم و بعدا سور نخوریم شما مافیا باشید. مشتاق جان و استاد غفوریان همچنان هم شما سر جاش هستید، اما ضمن احترام استاد شما اگر چیزی میدونید هم هنوز نرسید به جایی که استعلام بخوایم بکنین، کاری بخوایم بکنین، یا یعنی اگه پستی دارید ببخشید. ترن خودتون صحبت کنید. متشکرم. چالش ها میدم به خانم مومن. بله مرسی. ببین هلیا با هم دیگه تعامل کنیم، درسته؟ ما دونه دونه با هم مافیا پیدا کنیم و دونه دونه با هم مافیا بدیم بیرون دیگه. قابلیت دیگه حداقل روز یک نداریم، پس امروز یه تعاملی با هم دیگه بکنیم. تو دو تا تارگت زدی، من دیسلایک دادم، گفتم دنده عقب بگیر. خب اما الان من یه تارگت معرفی میکنم. آقا میگه محکومه به اینکه با من بازی کنه. یعنی چی؟ یعنی شب چشمشو باز کرده دیده چشم مریم مومن بسته است، پس امروز باید با مریم مومن بازی کنه. من دیروز روز بلایند بازی گفتم که آقای غفوریان کاور دلی منه، هیچ کس نباید سمتش بره، اگه میخواد بره سمتش باید بیاد اول سمت مریم مومن. شما امروز با من بازیت میشه ولی جزء تارگتات آقای غفوریان هست، پس میشی مشکوک بازی. مشتاق من دیروز با تو تعامل کردم، گفتم سمت من نه، یا یه روز موضع بازی بهت میدم دیگه. پس من و شما امروز با هم دیگه تعامل میکنیم، اصلا کاری با آقای عسکری هم نداریم، تکلیفمون رو با آقای آفاق روشن میکنیم. ولی من متشکرم. زمان چالش رو در نظر بگیرید. آقای غفوریان. خب من فکر کنم سه چهار تا تارگت خوردم. فکر میکنم که اشکال نداره، من با دل و جرأت بازی میکنم. من شهروندم و به درد شهرم میخورم. حالا امیدوارم که بتونیم با هم مافیا پیدا کنیم و دخلشونو بیاریم. از روزای تمرین گفتم از زودیاک بدم میاد چون تنهایی بازی میکنه، بازی رو طولانی میکنه. و قربونتون برم، الان فعلا واقعا نمیتونم هیچ کسی رو تارگت کنم، ولی کاوه عزیزم بدم نمیاد مافیا تو در بیاد. مرسی. دوستان یه چیزی رو دقت کردین؟ دست روز بلاین چرخید، من بهرنگ علوی یه دونه تارگت نخوردم. پس یا بوی الرحمانم میاد یا مافیا منو گره میکنه تو بازی نگر میداره این تیبک هی ما رو میکنن توی آب جوش. من سر تارگت هم هستم، اما ببین من مریم مومن رو شهر نکردم، ترجیح دادم باش بازی کنم. خانم امامی برام مبهمه، گفتی دو روز بازی کنیم. باشه چشم، با شما بازی میکنم. نمیدونم بازی چجوری. کاوه آفاق برای من یه چیز نامعلوم و گنگه. مهران جان سوای از حرفی که زدی منتظری کسی تارگت بزنه؟ من ازت چیز سیاهی نمیگیرم، ولی منتظری کسی تارگت بزنه با تارگت دیگران بلنشی مافیا در بیاری؟ خودت بازی تو بکن، مافیای ذهنیت رو اعلام بکن، اگر احساس کردی نیست عقب نشینی میکنی. پس خاکستری اجازه بده نگرت دارم. متشکرم بهرنگ جان. خب خب من تارگت هم 4 نفر بزرگوار بودن، منتظر بودم که بعدش چالش بگیرم. آقای خیابانی که هیچ دفاعی از خودشون نکردن، یه مقدار پند و اندرز به ما دادن که در واقع کسی که میدونه یا کسی که نمیدونه باید چجوری صحبت کنه، هیچ دفاعی نداشتید.
کاوه فکر میکنم که بازی تو داری بد میری. اگر شهری کمک کن به شهر، چون این مدل بازی که همه تارگت کشت میکنن خودت رو برای خودت دردسر درست میکنه. ما بعد اول شهر رو پیدا کنیم، شهر رو باید به هم دیگه اطمینان بکنن، بعدش این اتفاق بیفته. بهرنگ تو شهرش دفاعی نمیکنی، تو منتظری مثلا بهرنگ ازت دفاع کنه؟ و اگر واقعا شهر داری بازی میکنی، قشنگ بلند شو بگو آقا اشتباه میکنم، من تشنم بود آب خوردم. یعنی ترفندی رو که آقای خیابانی استفاده کنه، من دلم میخواد که همونجور خاکستری نباشی واسه من سفید بشی. و خانم امامی دوباره سردست پا میشید، یک دور چرخیده حرفا زده شده، دوباره هی میگید احساسی. من ببینم خانم ادبی. متشکرم آقای خیابانی عزیز. من فکر میکنم لطفا که بلندتر صحبت کنید. من تصورم اینه که اگر شهری دارید مافیا بازی میکنید، یعنی یه جوری خودتون رو انداختید تو موزه انفعال که میتونه ما رو به اشتباه بندازه. کمکمون کنید اگر شهرید، بفهمیم که شهرید، چون اصلا بازیتون شبیه شهر نیست. کابه افاق به خاطر تعداد زیاد تارگت هایی که داره یواش یواش میخوره، من میخواستم روش 50-50 باشم، ولی فکر کنم باید یه ذره روش شک کرد که آیا همه حمله کنن به شون. تعداد تارگت ها داره زیاد میشه، یکمی هم زبان بدنش خود به خود آدم و حس مافیا بهش میده. اصلا قبل بازی هم من حس مافیا بهش داشتم. اینه که میشه روش دوباره فکر کرد. لطفا صحبت نکنید دوستان، بین ترن دوستان صحبت نکنید. حق رأیتون رو بدون هیچ رحمی میگیرم. آقای دلاوری ادامه بدید. خانم مؤمن، میخوام حالا که دارید مرکزیت پیدا میکنید، یواش یواش داریم اطرافتون بازی میکنیم، یه مقداری واضح‌تر بازی بکنید، چون یه کمی راستش خودم هم به شک انداختید تو اولش، ولی الان احساس میکنم که اگر قرار مرکز بشید احتمالاً اجماع جمع بکنید، باید شهر رو بیشتر هدایت بکنید. متشکرم. مشتبای عزیز. خب ببینید، نه آقای خیابانی نه مهران غفوریان عزیز تارگت بک نکردن، یعنی این اصلا راجع به من صحبتی نکردن یا کسایی که بهشون تارگت زدن اهمیت ندادن. ببینین، اگر مافیا هم نیستید باید به من شهروند من که چشم باز نکردم که به شهروند ناآگاه هم تارگت میزنم، صحبتاتون رو بشنوم. اگر راجع به من صحبت نکنین میگم اه مافیاست، صحبت نکرده، گیج شده تو سناریوش، یه جاش میلنگه، خب پس من مافیا دارمش. متوجه این فکر میکنم که هنوز من الان چند تا مافیا دارم. خانم هلیا ابتدای صحبتش در روز بلان 6 تا تارگت زدی فکر میکنم، درسته؟ چند تا؟ 4 تا زد، 5 تا زدی. الان تارگتات کیان میتونیم با دست بهشون اشاره کنی؟ آقای غفوریان، من؟ خب من اگه تارگت داری باید محمد دلاوری رو حتما تارگت بکن، درسته؟ بعد نظرتون راجع به آقای کاوه چیه؟ مثبته؟ جمله آخر لطفا. من فکر میکنم هم کاوه هم خانم هلیا جفتشون سیاه باشن. متشکر. آره خانم حدیث. دفاعیات یک متهم اگه راضی میشه شهر. من گفتم آقا پژمان، عرض کردم عزیزم که اونی که سواد نداره این همه باد نداره. یعنی اصلا نگران این نباشید. بیا من اینجا داد فریاد میزنم، آی بشنوید مردم شهر، بشنوید من شهروند شما. این که نمیشه بازی، که اتفاقا باید تو بازی در بیاد که کی داره بازی میکنه. بیاین با هم متحد بش. ببین الان شهر هست، شهر، شهرها، کی ادعا میکنه که شهره؟ کی ادعا میکنه که مافیاست؟ مطمئنن هیچ کی دیگه. چی میخواین انتظار دارین چی بشه؟ الان من اینجا وایستم بگم به به من مافیام، همتونم میزنم. جنبندی بفرمایید آقای خیابانی. آقا دفاعیات من مورد قبول شما رئیس صنف قرار گرفت. عزیزم من شهرم، هر کاری میخوای بکنیم بکنیم. اول صحبت هم بگم که از آقای بازقی فعلا دنده عقب میگیرم، ولی در مورد خانم هلیا خیلی اصرار دارن که شهرن و یه جوری دارن
یه مدلی میخوان شهر بازی کنن که من اصلا نمیپذیرم، به دل من نمیشینه. دوست دارم شما سیاه من باشه، یعنی هستی. تارگت میزنم بهتون. در مورد آقای خیابانی فعلا قانع نشدم، سر تارگت هم هستم. حالا به چرخه بعد. متشکرم. مجتبا تو تارگت منی، اینم واسه دل خودت، ولی خارج از شوخی مجتبا مافیاست از نظر من. نوش جونت. متشکرم. آقای قفوریان این همه وقت بلند شدی فقط همینو بگی، آخه رو چه حساب؟ خانم امامی، هلیا جون، من خیلی دلم میخواد که تو شهر باشی و پشت دستت بازی کنم، ولی نمیدونم مثلا رو چه حساب یهو تارگت های خودتو هم قبلی هایی که بود میزنی، بعد یهو میای رو من میگی که تو چون استراب داری و استرس داری، بعد اون وقت از طرف آقای عسکری میگه که خانم ادبی چون خیلی آروم بازی میکنه و همیشه خیلی آدم پرهیجانی هستش. الان اصلا متوجه نمیشم چه جوریه، من نه استرسی دارم نه استرابی دارم، خدا رو شکر انقدر احساس میکنم میونه جمع دوستای خودم هستم که خیلی راحت هستم. فکر میکنم که حالا احساس میکنم حرف شما خیلی ناآگاهانه بود واقعا، حالا یا از روی اینکه حالا شناختی شاید روی من ندید این حرفو داریم میزنیم، ولی به هر حال من تا حدودی اون تارگتی که شما به من زدین شما مورد شک من هستین. آقای علوی، در مورد شما خیلی دلم میخواد که پشت دستت بازی کنم، برای اینکه خب با هم بازی کردیم، بازی تو تا حدودی میشناسم و فکر میکنم که تا اینجا برای من سفید هستی، ولی خیلی دلم میخواد که تارگتاتو اعلام کنی، یعنی به کسایی که مشکوک هستی، چون فکر کردم سری پیش کسایی که گفته بودی الان تارگت نبودند. آقای آفاق عزیز، من اصلا متوجه نمیشم واقعا، من واقعا شما تارگت من هستین. جنبندی بفرمایید. و همینطور آقا مشتبا که از قبل اعلام کرده بودم تا حدودی تارگت من هستن هنوز، و همینطور آقای عسکری عزیز و هلیا، دلم میخواد که واقعا حرف بزنی و بشنوم واقعا. متشکرم. از اینجا شروع کنیم. خانم، بنده مافیا نیستم. شما بنده اسم میکنم مافیا هستی، استاد قفوریان. مرسی، حرکت جالبی بود. بنده فکر میکنم شما مافیا هستید. اگر غیر از اینه لطفاً جوری از خودتون دفاع کنید که ما رو از اشتباه در بیارید. آقا مشتاق نیز و خانم ادبی، بنده همچنان خب دوستان، من اول بازی به خودم عهد کردم که پشت دست کسایی که میدونم بازیشون خوبه تا اونجا که میشه بازی کنم، و حتی اگر تو ذهنم مشکوک بودن تارگت نزنم یه ذره بازی جلوتر بره. خانم مؤمن، برنگ جان، ولی اینکه به شما تارگت زدم به خاطر اینکه توی روز اول آدم نگاه میکنه حالت کی فرق میکنه با قبلنش، ولی حالا خانم هلیام اومدن توی تارگت های من خیلی جدی، به خاطر اینکه شما چالش میگیرین که یه چیز خیلی بیمعنی و چیزی که اصلا به بازی کمک نمی کنه رو بگی. برای چی؟ اگر شهر هستی خوب بازی نمی کنی. چیزی که من از دیدن برنامه قبلی دیدم اینه، اگه شهر کمک نکنه دوزار نمی ارزه. اگه شهری واقعا یک حرکتی انجام بده. قبل شما صحبت کنم بفهمید. ببینید آیا عسکری چه کمکی میتونه بکنه؟ شهر چه جوری میتونه کمک بکنه؟ ببینید، یعنی کمک کردن من نمیم، یعنی بلند شه بگه خب من نقشم فلانی هست، این و این هست. با فکت ها دارم بازی میکنن روی صحبت ها. ببینید آقای آفاق چالش گرفته بلند شده بدون ادله فقط سیاهاشو اعلام میکنه. خب ادلهش چیه؟ به چه دلیلی الان آقای غفوریان سیاست؟ من سیاه هستم و نسیم ادبی رو گفتین. خانم ادبی رو اینجوری نبینین، آروما یه و توفان میکنه. آره ببینین، من این چالش رو گرفتم چون حرفام تو ترن خودم نصفمون. من خودم به دلیلی که در واقع با آقای خیابانی و مهران غفوریان عزیز تارگت زدم، به همون دلیل تارگت میشم، چون من راجع به این میز سیاه صحبت نکردم ولی به پژمان تارگت زدم و مریم مومن صحبت نکردم. ببینید من فکر می‌کنم پژمان بازقی شهرونده
و مریم مؤمن مشکوکه. متشکرم. خب روز اول گذشت، شب میشه، مافیا اسلحه‌شو میکشه، ما هنوز نه اجماعی داریم، نه میدونیم با استیکی بیاریم بالا، همش حرفای پراکنده زدیم. هر کسی تونست به خانم امامی حمله کرد، خانم ادبی عزیز که به همه تارگت پرونی کرد، اصلا معلوم نیست کدوم سمت داره بازی میکنه. بالاخره آدم یک برش باید بگیره دیگه، وقتی یه نفر هست. خانم ادبی شما یک نفر وضعیتتون مشخص کنید. الان خانم مؤمن آخرین نفر باید صحبت بکنه، چون این گره رو شما ایجاد کردید. گفتید ایشون اگر مافیا هم باشن امشب تحت حفاظت من. دیگه کسی جرئت نمیکنه راجع به مهران حرف بزنه. پس درنچه شما بایستی گره بازی رو آخرین نفر هستید، قبل از اینکه شب بشه به ما بگید روی چه کسی اجماع بکنیم، چه کسی بایستی از خودش دفاع بکنه. همین تو هم هی پا میشی نوار خالی پر میکنی، هیچ کمکی به شهر نمیکنی، بعد تو انتظار داری شهر هم بهت کمک کنه، هی میگی شهر باید کمک کنه، شهر باید کمک کنه، هیچ اتفاق نمیفته. یا بچه شجاع باید بازی کنید به گفته آقای خیابانی. به نظر من باید شجاع بازی کنید، و الا شب اول یه سری میرن بیرون، شب دوم زودیاک اضافه میشه، بمبگذاری داریم. به هر حال گفته باشم که الان روز روز خوب و مفیدی نبود. من جمع‌بندیشو میسپارم به خانم. من چالش میتونم بگیرم از خانم آقای علوی؟ قبلش بگم بفهم. مشتبه جان عزیزم، همین که تارگت من بوده، روز بلایند من بوده، و خانم ادبی شما که میگی تارگت نزده، من گفتم سر تارگت هام هستم، اوکی؟ فقط کاوه آفاق رو گفتم مشکوکم بش، خورده گرفتم از مهران بابت اون حرفی که زد، کاری ندارم. مشتبه جان شما از حمید ایراد میگیری، میگی که شهر رو، چرا میگی شهر رو به من اعلام کنن؟ چجوری اعلام باید بکنن شهر رو به شما؟ همین حرف آقای دلاوری در مورد خانم مؤمن زد، گفت شما که مرکزیت این شهر رو داری بر عهده میگیری، پس یه جوری به ما بگو شهر چیه. این ایراد از ایشون نگرفتی؟ نگرفتی؟ نمیتونی دیسلایک بدی اینجای بازی؟ ببین تو تارگت من نیستی، دارم ایرادتو میگم. پس ببین شما داری از آقای، اگه ایراد میگم این اشتباه میکنم دیسلایک بدین دوستان، از آقای عسکری داری همین ایرادو میگیری که شهر رو به من نشون، شهر رو خودشون نشون بدن. تارگت ایشون تارگت من هستا، اصلا بحثی نیست. متشکرم. ولی همین حرفم آقای ببخشید دلاوری زد، در صورتی که آقای دلاوری اگر خانم مؤمن اون شهری باشه که ابیلیتی مهم داشته باشه بخواد شو کنه که شب اول دوم دادن. ممنونم. ببینید من مخالف اینم، به احترام اینکه همه زحمت کشیدن تا اینجا اومدن، مخالف اینم که شب یک بخوام یکیو بدم بیرون، اما با رأی گیری. اما من مافیامو دارم. ببینید دوستان، هلیا اینجا شهروند میشینه، چون یک آدمی تارگت خلق میکنه، همه دارن راجع به هلیا صحبت میکنن. پس یعنی چی؟ هلیا شهروند میشینه توی این بازی، مافیا داره موج سواری میکنه روی هلیا. آقای شفیع یک مقدار خواهش میکنم تعامل کنید، انقدر دیسلایک به همه ندین. من روز بلایند بازی میگم میخوام با شما تعامل کنم، یه دست با هم بازی کنیم، برایند بازی منو روز دوم شما در بیارید، انقدر دیسلایک راجع به همه ندین. خب ببینید من اینجا با آقای خیابانی اصلا کاری ندارم، آقای آفاق رو میگم غیر از من دو نفر دیگه تارگتش میکنه، بازم میگم اشکالی نداره، آقای آفاق ممکنه که مافیای بازی باشن، پس این احتمال وجود داره. اما راجع به آقای عسکری غیر از من هیچ کس دیگه ای صحبت نکرده که یه لب کشیدنی بوده. پس اگر اجماعی قرار باشه صورت بگیره با فکت نوار خالی پر کردن، من روز بلایند بازی محکم آقای عسکری رو کوبیدم، میگم چرا به خانم ادبی فقط خورده میگیری، مافیای فراموشکاری با کس دیگه ای کار نداری، امروز روزیه که بازی با مریم مؤمن کاری نداره، حالا شما منو مافیا داری میخونی، درسته؟ جمله آخر. پس ببین شما نباید سمت آقای غفوریان بری اگه من امروز مافیا دادم بیرون. آقای غفوریان شهروند بازی، هلیا تا این لحظه شهروند بازی. متشکرم. متشکرم همه دوستان صحبتاشونو کردن، ممنونم که چالش زدید، بازی رو گرم کردید، بازی لذت بخشی بود، دیدن شما خیلی کیف داره. بریم سراغ رای گیری. 12 نفر در بازی هستن، دوستان با 6 رای یا بیشتر وارد دفاعیه میشن. از سر صحبت خانم هلیا امامی شروع میکنم. خانم هلیا امامی 1 رای، آقا جواد 0 رای، کاوه متشکرم 2 رای، مهران غفوریان 3 رای، متشکرم بهرنگ
صفر رای محمد دلاوری، صفر رای مشتبه، چهار رای خانم حدیث، صفر رای خانم نسیم، سه رای حمید. لطفا بیستید حمید آقا. مهران جان شما رأیتون رو با تأخیر آوردید، حساب نمیشه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش رأی داخل دفاع. پژمان یک رأی، خانم مؤمن خالی نره یک رأی، تک دفاع حمید عسکری دفاع میکنه. دوستان قبل از اینکه حمید عسکری دفاعش رو شروع کنه تذکری رو بدم که بسیار تذکر جدیه. در هنگام دفاع مطلقاً لایک، دیسلایک، عکس العمل، هیچ، هر چیزی که ببینم رأی رو میگیرم. فقط لطفاً به دفاع ایشون گوش کنید. حمید جان با شماییم. خب متاسفم بگم که مثل خیلی از بازیایی که دیدم تا این تماشا کردم قسمت قبلیو، بازم شهر داره حرفه‌ای بازی نمیکنه. میگن چرا به خانم هلیا تارگت زدم؟ خب به خاطر اینکه کار غیر منطقی انجام داده، به خاطر اینکه بلند شده نوار خالی داره پر میکنه، بعد پشمام به من میگه که نوار خالی. میگم به شهر کمک کن. خب کمک کردن به شهر چیه؟ اینی که شما شهر رو گمراه بکنین، این خودش آسیبه دیگه. غیر از اینه؟ به نظر من بسیار بد شما بازی کردی خانم هلیا. اگه شهرم هستی بسیار بد بازی کردی و به نظر من منو گمراه کردی. من واقعا الان شکم بیشتر رفت رو پژمان. یعنی به جز شما روی پژمانم دارم شک میکنم. به نظر من اصلا شما کمک نکردی. شما هم کمک نکردین. حالا من نمیگم مافیاین، ولی کمکی هم نکردین شما. کما اینکه مثلا یکی مثل منو گمراه کردین. حالا دوست داری منو بدین بیرون، ولی من یه شهروند به درد بخورم تو این بازی. همه نگرانیم تا امشب این بود که همین اتفاق بیفته و الانم داره میفته. الان منو بدین بیرون. 11 نفرین دیگه. منو بدین بیرون، منم بیرون استراحت میکنم. ولی آخر بازی شما رو میبینم. الان رای بدید. متشکرم. شما کماکان بیستید. به جز حمید عسکری 11 نفر حق رای دارن. دفاعشون رو شنیدیم. لطفاً کسانی که معتقدن ایشون باید در این لحظه سیسیل رو ترک کنه دستاشون رو بیارن بالا و نگه دارن. 1 2 3 صفر رای. حمید عسکری کماکان با ما میماند. بدون معطلی به شب شماره 1 بازی میریم. لطفاً ماسکا به چهره یا ابوالفضل، نفساتون رو بکشید، لذت ببرید، ماسکا رو به چهره بزنید. با اعلام من 5 4 3 2 1 در سیسیل شب میشود. کل اعضای مافیا بیدارشن. فرصت شور و مشورت اولیه برای اعضای مافیا. شات به دست آلکاپون رئیس مافیا. لطفاً شلیک به وسیله تفنگ روی میز اتفاق بیفته. آیا امشب در سیسیل بمب گذاری داریم؟ با هم مشورت میکنید، اما شخص بمب گذار نتیجه رو به من اعلام میکنه. لطفاً کد خونساسازی رو به من اعلام کنید، چون امشب در سیسیل بمب‌گذاری شده. انتخاب شعبده باز قراره که توانایی چه کسی رو ازش بگیری. آقا یا خانم شعبده باز، کسی رو که تو به من معرفی کنی به مدت 24 ساعت هیچ گونه توانایی رو نداره.
ممنونم. اعضای مافیا بخوابن. دکتر بیدار شو. سیو امشب رو به من اعلام کنید. یک بار خودتون و به کرات بقیه رو میتونید از گلوله ها نجات بدید. کارآگاه بیدار شه. استعلام امشبت رو از من بگیر. متشکرم. کارآگاه بخوابه. حرفه‌ای. بیدار شه. دو تیر در خشاب داری. آیا امشب به مافیای نسبتاً قطعی رسیدی؟ ازش استفاده می‌کنی؟ به من اعلام کن. متشکرم. حرفه‌ای بخوابه. تفنگدار، تفنگت رو به چه کسی اهدا می‌کنی؟ فردا در سیسیل چه کسی قابلیت شلیک خواهد داشت؟ متشکرم. متوجه شدم. اوشن به تنهایی بیدار شه. یارگیری میکنی؟ شهربند نسبتاً قطعی برای خود دست و پا کردی آقا یا خانم اوشن؟ دوستان نفر یک دست جلو. به کسی که علامت میدم امشب با اوشن بیدار خواهد شد. به کسی که علامت میدم امشب با اوشن بیدار خواهد شد و جزو یاران اوشن خواهد بود. لطفاً دستا رو جمع کنید. کل یاران اوشن بیدار. فرصت شور و مشورت برای اجتماع زیر پوست شهر. فرصت شور و مشورت طولانی نیست. متشکرم. یاران اوشن بخوابن. نفری یک دست جلو. من صاحب تفنگ رو مشخص میکنم. همه نفری یک دست جلو. فردا هر زمانی که فکر کردید درسته میتونید از تفنگتون استفاده کنید. دستا رو جمع کنید. صاحب تفنگ با لایک به من نشون بده که متوجه شده. ممنونم. با اعلام من 5-4-3-2-1 در سیسیل روز می شود. نفس بکشید، لذت ببرید. نوشیدنی های من می توانیم جان؟ نوشیدنی های من می توانیم استفاده. بله بله، از نوشیدنی هایتان که می توانید استفاده با. کنید. هیچ با استفاده کنید، لذت ببرید. اینجا رو خالی کنید لطفا. بوم هم با لذت و اشتیاق تقدیم به شما. حدس می زدم. این هم تقدیم به شما و از نوشیدنی هاتون استفاده کنید. اما دیشب در شهر کشته هم داشتیم. خداحافظی میکنیم با یک نفر، با پژمان بازقی. متشکرم. تشویقش کنید لطفا. من اصولا این بازی رو با آدم ها نگاه میکنم، همون جایی که فهمیدن با آدم ها نگاه میکنم. بعد از اینکه ماسک رو میارم پایین چه اتفاقی براشون میفته؟ به محض اینکه همه ماسکا رو آوردن پایین، مهران آب نوشید، کاوه آب نوشید و آقای خیابانی هم آب نوشید. بهرنگ اون انرژی زهر رو برداشت. آب خوردن پژمان.
یعنی یه ریوان آب خوردن یعنی که من شدم مافیا؟ مگر واقعا شهر داری بازی میکنی؟ قشنگ بلند شو بگو آقا اشتباه میکنم، من تشنم بود آب خوردم. یعنی ترفندی رو که آقای خیابانی استفاده کرد. ببینی من فکر میکنم پژمان بازقی شهربنده. پژمان به اتاق مردگان میره. متشکرم. متشکرم. مشتبا جان نوشیدنی تو خوردی؟ لذت بخش بود؟ شما فوق‌العاده آدم با استعدادی هستید مشتبا، فوق‌العاده. فدات شم. فوق‌العاده با استعداد. بهش میرسیم، بهش میرسیم. سر صحبت خانم هلیا امامی بود. امروز سر صحبت کاوه آفا خواهد بود در جهت عقربه های ساعت. دو فرصت استعلام دارید. میخواهید که برای دوستی که از بازی ما خارج شده استعلام بگیرید؟ کسی به کسی توصیه ای نکنه، هر کس برای خودش رای بده. رای نمیاره. کاوه جان با شما این. مرسی از چالشی که به من دادین. بچه ها دو تا تارگت قطعی آقای بازقی، آقای عسکری بودن و آقای کاوه. و یه مقدارم راجع به شما که من شما رو کاور کردم. اصلا کاری با شما ندارم. با آقای غفوریان. ببین حدیث، من برای شهروندم یا مافیا؟ نمیدونی؟ نظرت راجب هلیا چیه؟ شهرونده؟ مافیاست؟ یعنی رأی یک و دو میدی؟ کارتتو میذاری روبروش که من فردا اگر اینو شهروند خون تو رو بدم بیرون؟ مافیای بازی بچه، من ایشونو روز یک بازی میگم شهرونده بازیه، دارن تارگت کش میکنن، تک رأی فقط خانوم به ایشون میده. شما مافیای بازی با فک. متشکرم. من با فک بازی میکنم. به بازم به فک میبازم. ممنونم. کاوه. خب رفتن پژمان جان اتفاق تلخی بود. اولین نفری بودم فکر میکنم که تو کل بازی گفتم که آقای بازقی بنده مطمئنم شما شهرید و پشت دستتون بازی میکنم اگه یادتون باشه. آقای عسکری بهشون اتهام زدم موقعی هم که پژمان داشتن میرفتن. آقای عسکری و پژمان یه جوری همو نگاه کردن که حالا حسه. ولی حالا یه چیز دیگه خانم مومن، الان ما نفهمیدیم که بنده هستم آقای غفوریانه، ما جفتمون. بذارید قبل اصلا ایشونو اول بدیم بیرون، بعدم بنده رو بدیم بیرون. ایشون انقدر بازیشو بلده که اگر ما دو نفر رفتیم بیرون و بعد استعلام گرفتید و ما شهروند بودیم، لطف بفرمایید ایشون رو بدیم بیرون، چون مافیا بدون ایشون نمیتونه دیگه کار کنه. چالش میتونم داشته باشم؟ چالش؟ چالش؟ بچه ها من دوست دارم به بازی کمک کنم. سعی میکنم. پژمان از بازی میره بیرون. کی زدش؟ مافیا زده دیگه، درسته؟ یک دقیقه قبل کی گفت پژمان از نظر من مشکوکه؟ من. درسته؟ امشب من میرم بیرون یا اجماع جوری میشه که من برم بیرون. قشنگ تابلوه، مثل میمونه که مثلا تو کوچه یه نفر رو شما تهدید میکنی، مثلا یه نفر میره همون شب طرف رو میکشه. خب معلومه اول پلیس میاد در خونه من. یه ذره به نظرم بازی داره قشنگ میشه. حمید عسکری، حمید عسکری، فقط نوار خالی پر کردی. 100% مافیاس. من خواهش میکنم به بازی ها دقت کنیم و به این مسائل توجه کنیم. ممنونم. بچه ها من احساس میکنم که حمید جان عسکری شهروند بازیه و خانم حدیث فولادوند به نظر من مافیای بازی هستن. مافیای دومم رو تو نباشی بدبخشم، چون تو برای من شهروندی. میگه برنگ شهروند من. برنگ شهروند منه. و اینجوری نکن. من حتما صحبت نکن. من یه چیزی میگم، میگم توی این دست
بیایم تو روز بدیم بیرون، حتماً بدیم بیرون تو روز. یک نفر رو بدیم بیرون چون یکی از قابلیت‌های ما شهروندست و ازش استفاده کنیم. اینکه سب کنیم تک تک میزنن و میدن بیرون، اون زودیا که پدرسوخته هم آخرش اون اصلا دوستش نهارم. بلش کن. متشکرم. مخلصی. ارادت. چاکر. همه مافیای عزیز. چالش. دوستان عزیز ببینید. روز بلایند گذشت، روز اول بازی. این که توقع داشته باشیم حالا دو تا از دوستان که پلیر شاید بهتری باشن براتون بازی در بیارن، شما برین پشت دست اونا بازی کنین، این به نظرم بازی جذابی نیست. ببینید الان از اونجا هم صحبت شد تا اینجا یه بمب رفته جلوی یک آدمی، لااقل میتونستید بهش اشاره کنید این آدم شهره یا مافیاس. اگر براتون این آدم شهر بوده چرا درخواستی از محافظ ندارید؟ اگر فکر کنید شهر مهمی شما لایک نشون نده، شما هیچی در مورد ایشون نگفتی دوست عزیز. ولی حرف درست نه الان نباید تو دوستان لطفاً در ترن همدیگه صحبت خب. نکنید. شما ما تارگت بزنیم به شما نشون بدیم، شما پشت دست ما رأی بدین، بغل دستیتون خانم فولادوند چی به بازی اضافه کرده؟ خود شما خودت چی واقعا به بازی اضافه کردی؟ باز آقای دلاوری میگه اوکی ما دو نفر مثلا مریم مؤمن دو نفر شهر دارنش، ایشون تارگت میزنه، ترسی نداره، روز دوم امکان داره باش چیز شهروندی ببنده باش بازی کنه، پس تارگت زدن مشکلی نداره که. شما تارگت مافیا نشون بده، من پشت دست شما بازی کنم. من تنها شهر قطعیم مریم همیشه مؤمن، این از این باش بازی میشه، فکر میکنم که اتفاق خوبی بیفته. تارگت من کاوه آفاق عزیزم و خانم فولادوند، میتونم آقای دلاوری هم بهش اضافه کنم ولی خب باید بشنوم حرفشو برای اندش. قبل از صحبت آقای دلاوری باید خدمتتون عرض کنم که در پایان امروز و در رأی گیری آقای عسکری حق رأی ندارن، برای اینکه در ترن هم دیگه نباید مطلقاً صحبت کنید. آقای دلاوری چالش بهرنگ جان اشتباه داری میکنی، من مافیا نیستم ولی لطف کن فکت بیار، اگر بودم بنده با جان دل تای رایگیری میرم بید. خب خانم مومن، آیه علوی یه بار گفتی که دلاوری گفته که خانم مومن کمک شهر نمی کنه، من منظورم دقیقا همین کاری بود که داری میکنی، یعنی در مرکز قرار میگیری اما حرکتات کاملا حرکتات غیر منطقیه. میگه آقای قفوریان کاور حسی منه. کاور حسی من یعنی چی؟ یعنی بعد این همه مدت شهروندار رو داری گیج میکنی که من چرا باید با آقای قفوریان اعتماد بکنم تو پیوند با خودت. بعد سر آقای عسکری یه بار اجماع میگیری، بعد دوباره که میشینه دوباره بهش لایک میدی، یعنی این که مثلا نیست. روی خانم امامی هم کاملا داری بدون استدلال پشتیبانی میکنی از ایشون. در نتیجه من فکر میکنم شهر داره آسیب جدی میبینه. مجتبی شفیع که حالا بم جلوشه و فکر میکنم خب احتمال زیادم از بازی خارج میشه. در نتیجه پژمانم به عنوان شهروند مهم ما از دست دادیم. تو این لحظه اگر ما متاسفانه با مریم مومن بازی کردیم اما خودشو هیچ متعهد شهر نمیدونه، کاملا داره نامنظم بازی میکنه و میتونه عامل فریب همه ما باشه. جنبندی بفرمایید. بهت کاملا مشکوکم و احساس میکنم داری حداقل شهر رو گمراه میکنی. متشکرم. بله آقای قفوری. بله آقای دلاوری، به نظر من شما شهروندی، اشتباه نکن آقای دلاوری. خانم مومن با فکتایی که داره میاره و با مدل بازیش، من هزار بار باش بازی کردم، به نظرم شهرونده، نه اینکه کاور دلی کرده باشه منو، که درست به نظرم گفت که من یه شهروندم. ببینید شما هم آقای دلاوری به نظرم شهروندی، حسی میگم تو شهروندی، بی خودی شهروندار رو به جون هم ننداز. متشکرم مهران جان. من متاسفم بوم جلوته، اینم بگم. یه سوال میپرسم، چند نفر فکر میکنن من خودم مافیام و بمب گذاشتم جلو خودم؟
شما فکر میکنی؟ خب پس من بوی الرحمنم بلنده. اگه تیر میدادم مشتبه رو میزدم، برای اینکه مشتبه زیادی حرف میزد داشت تمام شهر رو به هم میریخت، برای همه دست آورد بالا، برای همه لایک داد، برای همه چی دیسلایک داد. میدونی بعضی وقت بعضی شهروندا برن بیرون بهتره. یعنی 1% احتمالی که میدادم هم دیگه نمیدم. یه ذکر مصیبتی بکنم برای خودم، این تو ترنم میتونم که نه؟ بله. ببینید مریم مؤمن اگر شهروند باشه این تضمین رو به شما میدم که امکان نداره مافیا ببره، شاید زودیاک ببره، ولی اگه مافیا باشه دونه دونه تونو مریم مؤمن همیشه مؤمن میخوره، یعنی میده بیرون. من پیشنهادم اینه که این دست یک نفر اجماع بگیره که من اون رو قبل از اینکه حالا بمب رو که باید خونسا بکنم، امیدوارم بتونم خونسا بکنم، چالش میگیرم بهتون میگم که اجماع سر کی باشه. برای این نگه میدارم که صحبتهای خانم مؤمن رو بشنوم، همچنین صحبتهای خانم نسیم ادبی رو. مجتبا چرا اینجوری بازی میکنی آخه؟ نمیفهمم. خب مریم جان، من دوست دارم بدونم که چرا من بر تو سیاه شدم، چه اتفاقی افتاد که چرا سیاه شدم و هلیا برات سفید شد؟ چون هلیا برای من سیاه بود، حالا گفتم که فکر میکنم که چرا این اتفاقم افتاد، برای اینکه بی خودی داشت دست پای شهروندی میزد، زیادی داشت دست پای شهروندی میزد. پژمانم که برای من شهر بود و همینطور آقای مشتبه، و اینکه آقای بهرنگ برای من سفید هستن، ولی همچنان آقای خیابانی برای من یکم تارگت هستن و آقای آفاق. در مورد نسیم جونم اصلا هیچ حسی ندارم، یعنی نمیتونم حدس بزنم. مرسی. خب حدیث جون، حدیث جون، مریم شما رو سیاه کرد، منم یه لایک دادم. خب ولی شما الان هیچ حسی رو من نداری. شما تارگت اولیتون آقای پژمان بازقی بود، من اینجا یادداشت کردم. آقای مشتبه شما آقای بازقی بود تارگتتون، آقای خیابانی شما آقای بازقی بود تارگتتون، مریم مؤمن آقای آفاق هیچ رأی به آقای بازقی ندادن. من چون اینا رو نوشتم دارم میگم. آقای آفاق بلند میشی و میگی که فکت بیار برای من که چرا من به نظر شما مافیا هستم. خب چرا شما فکت میاری برای من که چرا من مافیا هستم؟ تو الان اصلا مافیای من نیستی، یعنی شهر من هستی تا حدودی، ولی نمیدونم چرا داری مافیا بازی میکنی. من قبلا با شما بازی کردم، میدونی؟ یعنی وقتی که شهر هستی اینجوری هی هول و بلا داری و هی میخوای اینجا، ولی نمیدونم چرا گیج داری بازی میکنی. هلیا جان خیلی دلم میخواد حرف بزنی، یعنی حتما ترنت که میشه حرف بزن، چون بهمون کمک میکنه. من از اولم نظرم روی آقای مشتبه بود، روی آقای کاوه بود که حالا برگشتم ازشون، و الان دیگه خانم حدیث کاملا و آقای عسکری هنوز من روشون 50-50 تارگت من هستن. متشکرم. خب دوستان فکر میکنم دارید دقت میکنید بازی. پژمان میره بیرون، خب شهر بوده 100%، مشتبه داره میدن بیرون. الان مافیا که نمیاد تو این مرحله از بازی یکی از یارای خودشو بده بیرون، درسته؟ درسته نه؟ پس 100% شما شهری. من یقین دارم، من اینجا امضا میزنم پایین برگه، اسم ببرید. از نظر من خانم مؤمن 100% شهره، 100% شهره، 100 مهران شهره. کاوم مطمئن نیستم روش. بعد ها یه چیزه میگن آدم اشتباهشو میتونه تصحیح کنه. از نظر من شما دیگه شهری. امیدوارم فقط سوتی نهده باشم بعد بگین چطور یهو ایشونه که سیاه کرده بودی. حس میکنم، یعنی تا اینجایی که تونستم آنالیز کنم، حس، یعنی شاید ناقص باشه آنالیزم، صحبت نکنید از نظر من، هم صحبت شما دیگه نکنی. سپیدیم. من خواهش میکنم شهر از اینجا به بعد یه کمی با دقت بیشتری واجه دنبال کنه که بتونیم مافیا رو بدیم بیرون. متشکرم.
چالش کس نمیده. چالش به من بده. خانم مومن چالش به من بده. حمید عسکری نوار خالی سفته. چالش بفرمایید. ببخشید من. دوستان ما هممون مطمئنیم که آقا مشتبه شهره. همتون مطمئنید. من نمیدونم اشتباه میکنم یا نه، اگر درست میگم اینجا محافظ میتونه مشتبه رو نجاست بده؟ میتونه؟ پس اگر که میشود این اتفاق بیفته دیگه، یعنی الان بهترین فرصت تقریبا ما هممون یا اغلبمون اجماع داریم که مشتبه شهره، پس این کار اتفاق بیفته دیگه. مرسی از نکته‌ای که گفتین. ببین مشتبه اگر شهروندی بود که خودش دلش میخواست محافظ براش پاشه، باید میگفت محافظ باید برای من بلند شه، نگفته. خب باید میگفتی مشتبه تو پلیری نیستی که اینو نگی. خب اکتگان من تایید. یه لحظه اجازه بده من حرفو بزنم بعد لطفا. اجازه بدید خانم مومن. ببین من فکت خانم مومن اجازه بدید. وای تایید میشه. مجتبه مریم مومن میزنم با اینکه میدونم مشکیه. شلیک اتفاق افتاد اما چیزی در پی نداشت. خانم مومن بفرمه. تو شهروندی؟ تو واقعا شهروندی؟ خاک تو سر من که تو شهری بازی میکنم که تو شهروندشی. واقعا خاک تو سر من. دارم صحبت میکنم، فکت میخوام برای خانم بیارم، اجماع جمع کنی بعد تو گان میکشی رو من. بچه ها ببینید من فکت رای گیری حدیث رو برای هلیا آوردم. اولین تارگت رو برای آقای پژمان بازقی زده در ترن صحبتش. پا میشه میگه آقای بازقی که برای من سفید بودند، بعد اینکه مرد سفید شد. درسته؟ من نوشتم شما اولین تارگتتون فقط آقای بازقی بود. پس امروز شهروند با من اجماع میکنه مافیان به نفعشه که یارشو بده بیرون. نده بیرون من فردا دوتاشه. من با بوی الرحمانم بلند شده. من میخوام بلندشم برای تو محافظ بخوام. واقعا نمیفهمم بازی تو. یعنی فوشم بخوری از مخاطب نوش جونت. امروز همه رأی یک و دو. امروز باید مافیا بدیم بیرون. رأی یک و دو خانم حدیث. خانم آقای بهرنگ موافقی با من؟ رأی یک و دو فقط حدیث. متشکرم. خانم هلیا میخواستم راجع به شما چون صحبت بکنم که اصلا هیچ کس هیچ تارگتی به شما نداره. اگر به من میگین که تو چرا هیچی به شهر اضافه نمی کنی یه کاری بکن، من همین حرف رو به خدمت شما عرض میکنم که آقای خیابانی شما برای شهر چی کار کردین؟ این یه مورد. آقای علوی من گفتم دوست دارم با شما بازی بکنم، اما احساس میکنم اون جوش و خروش شهروندی رو توتون نمیبینم. خواهش میکنم شما هم کمک بکنین که من بیشتر به شما اعتماد بکنم و پشت دستتون باز هم بازی بکنم، چون شما وقتی شهر هستین خیلی با اکت و هیجان بیشتری بازی میکنین. حدیث جان و آقای عسکری عزیز، شما دائم داشتی من گفتی برای شهر چی کار میکنی، تو چی کار کردی؟ چشم تو چی کار کردی؟ بعد الان تو اینترنتون اصلا منو یادتون رفت، فراموش کردین منو. من چی کار باید بکنم برای شهر؟ من چه نوار خالی اون لحظه پر کردم؟ من یه لحظه ایشون یه دیالوگی گفتن، یه صحبتی کردن، خیلی شوک شدم، بلند شدم، چالش گرفتم و سوال کردم چالش بگیری راجبش توضیح بدین. نوار خالی من پر نکردم. متشکرم. بفرم آقا جواد. الان دیگه موقع رای گیریه. یا رای بگیریم خانم مومن رو از شهر بیرون کنیم، یا رای بگیریم خانم فولادوند رو از شهر بیرون کنیم. یکی این دوتا رو اگه موافقید با لایک به من مشخص بکنید. ببین دیگه اینجوری نشه. ببین من یه جور که تارگت خوردم، بعد همه 6 تا تارگت زدید، بعد که رای گیری شد هیچکی دستشو بر من بالا نیاورد. لطفاً حواستون رو جمع بکنید. اگر من مافیام چرا رای ندادید؟ و اگر تارگت بودم خب چرا به پای تارگتتون وانایستادید؟ الان که دارید همه میگید باشه خانم فولادوند از بازی بیرون میکنیم، بیاین وقتی که داریم رأی میگیریم پای حرفتون وایسید. واقعا وایسید لطفا. این کارو بکنیم یا خانم مومن که گلوله بهشون اثر نداشته میتونن زودیاک باشن؟ نه تو روز اثر داره. خانم مومن رأیتون رو میگیرم.
در پایان امروز شما حق رأی ندارید، بفرمایید. همین آقا، تمام. متشکرم. دوستان مطلقاً همدیگر رو تصحیح نکنید. مطلقاً بشنوید، در ترم و چالش خودتون صحبت کنید. آقای عسکری و خانم مؤمن در رأی‌گیری امروز شرکت نخواهند کرد. قاعدتاً باید الان می‌رفتیم سراغ رأی‌گیری، اما جلوی مشتبه بمب داریم. پس دوستان به خواب نیمروزی زود هنگام میریم. ماسکا به چهره لطفاً. مخاطب من در این لحظه فقط یک نفر، محافظ، آقا یا خانم محافظ، اگر در سیسیل با مایی کماکان به من اعلام کن که آیا مایلی جانت رو فدای کسی بکنی که فکر میکنی شهرونده و الان جلوش بمب گذاشته شده. آیا مایلی؟ فکر کن کمی. مجتبا بیا. متشکرم، متوجه شدم. از خواب نیمروزی برمیخیزیم. ماسکا رو بردارید. مجتبا، خودتی و خودت. اینکه متوجه نشدید که من درخواست محافظ کردم باعث گان من شد خانم مومن. من درخواست کردم و پرسیدم تارگت هایی که به من محافظ رو تو تارگت هم پیدا کردم. ببینید، من که حالا امیدوارم رمز رو بتونم درست بگم، ولی به هر دلیلی رفتم بیرون، وصیت میکنم واقعا، یعنی وصیت نیست، نصیحته که آقای بهرنگ علوی مافیاست، خانم هلیا مافیاست، من ایشون رو اسم ببرید، خانم دارم میمیرم خانم فولادوند مشکوکه، اما اون تو اون میز حداقل یک مافیا هست، این رو مطمئن باشید. راجع به خانم مؤمن نمیتونم نظر بدم. متشکرم مشتبا جان. بمبی جلوی شماست با چهار سیم، سه تا از این سیما بمب رو منفجر میکنه. بقیه چی کنم؟ و قطع کردن یکی از این سیم ها جون شما رو نجات میده. چجوری قطع؟ لطفاً بنشینید. میگه چهار و کد خونساسازی رو به من اعلام کنید. کمی فکر کنید. دو، بگو دو. بگو. یه عدد ها. بین اعداد یک، دو، سه و چهار، یک عدد بمب رو خونسا میکنه و سه عدد بمب رو منفجر میکنه. سه. عدد؟ افتان داشت. سه. سه. ببینیم چه اتفاقی میفته. یک، دو، سه. نقشی که برای اولین بار در سیسیل با او آشنا میشیم. اوشن، اوشن بیدار شه. سرتیم تیم مخفی شهروندی بر ضد مافیاها. متشکرم اوشن، بخوابه. شهروندی که تارگت نزنه تارگت میزنم. من که چشم باز نکردم که شهروند نوآگاهم. من روز بلایند بازی میگم میخوام با شما تعامل کنم، یه دست با هم بازی کنیم، برایند بازی منو روز دوم شما در بیارید. انقدر دیسلایک راجع به همه ندید. اکتگان من تایید. یه لحظه اجازه بده من حرفو بزنم بعد. خاک تو سر من که تو شهری بازی میکنم که تو شهروند نشی. واقعا خاک تو سر من. فکر کنم آقای دلاوری هم ترکشش خورد. مشتبا به اتاق مردگان میره و دیگه هیچ اطلاعاتی وارد بازی نمیکنه. متشکرم. مرسی. متشکرم. دیگه های قفوری هم. بفرمو. اسمان جون بیرو دروشتی دیگم ازت محافظت نمی کردم، گان داشتم می زدمت. بله. خطر بمب برای ابد از سر این شهر برطرف شد. لذتشو ببرید. سیگارت نبود، بمب بود. های گردانت بمب بمب بود آقا. خیلی بم کشتم داشت. طوریتون که نشد، خدا رو شکر. شهروند خوبی هست. دوستان، ده نفر در شهر کماکان با ما هستند. با پنج رأی یا بیشتر رفقا وارد دفاع میشن. دو نفر حق رأی ندارن، خانم مؤمن و آقای عسکری. سر صحبت کاوه آفاق بود. از کاوه شروع میکنیم.
کاوه آفاق 0 رای. متشکرم. مهران غفوریان بفرمایید. 0 رای. متشکرم. بهرنگ علوی 0 رای. محمد دلاوری 0 رای. حدیث فولادوند 1 2 3 4 5 6 7 8. اما آقای دلاوری دیر آوردن، 7 رای. داخل دفاع خانم نسیم ادبی 0 رای. حمید عسکری 0 رای. مریم مؤمن 2 رای. هلیا امامی 1 رای. جواد خیابانی 1 رای. تک دفاع خانم حدیث فولادوند. با شما این. بله. خب من اول از همه توضیح بدم که آقای بازقی تارگت روز بلاند بود بر من، که روز اول بلند شدم و گفتم من عقب نشینی کردم از ایشون. فکر میکنم اینو دیگه در جریان باشین که من از ایشون عقب نشینی کردم. ببین مریم، دلم نمیخواد بگم تو سیاهی، ولی یه جوری شهر رو چیدی، ذهنیت آوردی رو من که من مافیا باشم. باشه من میرم بیرون، ولی من رفتم بیرون بدون اینکه سه تا شهر رفته بیرون دیگه. براتون آقای بازقی و آقای شفیع دیگه شهر بودن 100% دیگه. منم شهرم، میرم بیرون و سه تا شهر رو از دست دادین. من پای حرفم وایستاده بودم که هلیا و آقای خیابانی برای من تارگت هستم و همینطور کمی آقای آفاق. صحبت دیگه ای ندارم، فقط از کسایی که شهرن و واقعا نمیدونم خواهش میکنم که رد خونه منو بگیرن. مرسی. صحبت دیگه ای نداری؟ نه خیلی. متشکرم. لطفا بایستید کماکان. بله. از میان شما 9 نفر، کسانی که علارغم دفاعی که از خانم حدیث فولادوند شنیدن، معتقدن ایشون در این لحظه باید ما رو ترک کنن، بعد از شمارش من لطفا دستا رو بیارن بالا و نگه دارن. 1 2 3. 1 2 3 4. شما نمیتونید رای بدید، دستتون رو بندازید. 1 2 3 4 5 رای. متشکرم. رای میاره خانم فولادوند. وصیتتون رو میشنویم. وصیتی ندارم، گفتم فقط رد خون منو از کسایی که تارگت من بودن بگیرین. آقای خیابانی، خانم هلیا و الان دارم فکر میکنم که خانم مریم. متشکرم. تشویقشون کنید به اتاق مردگان میرید. آقا ما بمیریم گل کاکتوس میدیم بهمون. شما گل روز به اضافه بوس میدیم بهتون. خیلی ممنون. نه نمیخوام بمیرم. غلط کردم. بفرم. خیلی ممنون. خوش آمدید. متشکرم. خوبی؟ شهرمنده یاد. خب بشینید. الان شب میشه. یکی دیگه ما از بین میریم. زودی ها که مافیا بزنه. باشه زودی ها که میزنه. زودیا که اگه مافیا بزنه. بدون معطلی به شب شماره 2 میریم، اولین شبی که قراره با زودیاک کار داشته باشیم. با اعلام من 5 4 3 2 1. در سیسیل خورشید پشتش به ماست، تاریک میشود. ماسکا رو به چهره بزنید. متشکرم. کل اعضای مافیا بیدار، فرصت شور و مشورت اولیه برای اعضای مافیا. نگاه کن، این یک، این یک، این دو، این سه. من به شما چی گفتم؟ لذت ببرید از باز بودن چشمانتون، در مقابل چشمان بسته دیگران لذت ببرید. لطفاً شلیک اتفاق بیفته. شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپون. شلیک رو من اعلام کنید. متشکرم. متوجه شدم.
بمبی در شهر وجود نداره. شعبده بازی. زمان شعبده بازیه. اگر در بازی هستید. متشکرم. فرصت شور و مشورت نهایی برای اعضای مافیا. صاحبان کارت‌های قرمز. شب طولانی نیست. از فرصتتون استفاده کنید. ممنونم. اعضای مافیا بخوابن. ماسکا به چهره. دکتر. بیدار شو. جان چه کسی رو نجات میدی؟ از یک تیر. تیر مافیا، تیر زودیاک، تیر حرفه‌ای. تو سوگند خوردی، سوگند پزشکی خوردی و تو شهروند بسیار مهمی هستی. به من اعلام کن. متشکرم. متوجه شدم. دکتر بخواب. محمد دلاوری. کاراگاه، بیدار شو. استعلام امشب. بگو بهرنگ. بهرنگ کنار تو. بگو بهرنگ. چجوری استعلام کناری تو نمیگیری؟ متشکرم. کارگاه بخوابه. حرفه‌ای. آیا صدای شلیک امشب در سیسیل پنجره ها رو به لرزه در میاره؟ آیا از تیرهای مافیا کشت استفاده میکنی؟ آقایا صدا تو میکنم. بزن. بهرنگ رو بزن. متشکرم. متوجه شدم. حرفه‌ای بخوابه. تفنگدار. تفنگت رو به چه کسی اهدا میکنی؟ شب زوج. زودیاک بیدار شد. کمی فکر کن. امشب صدای شلیک تو رو حتما میشنویم. اما به چه سمتی؟ مافیا یا شهروندان؟ اگر در بازی باشی. متشکرم. زودیاک بخوابه. اوشن به تنهایی بیدار شه. یارگیری میکنی؟ تو اوشنی. بسنم. بیدار شو. متوجه شدم. یاران قدیم اوشن بیدار شن. باور کن میخواستم مریم مؤمن رو بیدار. تمام یاران قدیم اوشن بیدار شن. فرصت شور و مشورت برای یاران اوشن. فرصت طولانی نیست و مطلقاً راجب نقش ها صحبت نکنید. فقط راجب ساید ها با هم حرف بزنید. ممنونم. بخوابن. دوستان نفری یک دست جلو، نفری یک دست جلو. تکلیف تفنگ فردا رو مشخص میکنم. نفری یک دست جلو. فردا کسی که صاحب تفنگه هر زمانی که اراده کرد میتونه از تفنگش استفاده کنه. دوستان دستا رو جمع کنید. کسی که صاحب تفنگ شده با لایک به من نشون بده که متوجه شده. ممنونم. دستا رو بندازید همگی. با اعلام من 5 4 3 2 1 خورشید در سیسیل طلوع می کند. روز می شود. روی میزاتون آب هست اما کم است. استفاده کنید.
گزارش اتفاقات دیشب. یا اول فرض دو تا گل گرفتی دسته؟ دو تا؟ خداحافظی میکنیم با دو نفر. حمید عسگری. مایلی به اتاق مردگان بین آقای عسگری؟ شک ندارم. مایلی؟ من مایل نیستم ولی فکرم باید برم. درست رو. من نور شهرتونم. متشکرم. نه واقعا؟ زیر آسمون این شهر چرا دشمنی؟ چرا قهر؟ من به تاخت میرم شهر رو نجات میدم، حتی اگر اون شهر روشنایی نداشته باشه. احساس میکنم داری حداقل شهر رو گمراه میکنی. تجربه ثابت کرده که هر بار شهر نورش رو از دست داده خاموش شده و این فرصت رو به مافیاها داده که شهر رو ببرن. به نظر من بسیار بد شما بازی کردی خانم هلیا. اونی که سواد نداره این همه باد نداره. خانم مومن میتونن زودیاک باشن؟ خانم مومن صد صد شهر. متاسفانه با مریم مومن بازی کردیم اما خودش رو هیچ متعهد شهر نمیدونه. لطف بفرمایید ایشون رو بدین بیرون چون مافیا بدون ایشون نمیتونه دیگه کار کنه. مراقب نور شهرتون باشید. تشویقشون کنید از بازی خارج میشن. دست شما درد نکنه، مرسی بابت گل. بفرم. داره میاد. میخوا برایشون نوشابه باز کنی؟ بیا، تو یه دونه من. دور از جونتون اما مرگ لذت بخشی داشته باشی. از خورت چش خودم. لذت ببرید دوستان. بفرم. به تو ای مریم همیشه مؤمن. یعنی اصلا سمت من نمیاد. اینم برای شما. آقای علوی مافیا. چهار تا تارگت من همشون مافیا. بهرنگ رو وصیت کردم. تارگت اول من. یکی مافیا. بهرنگ مافیا. خیر. خیابانی مافیا. بهرنگ خیابانی مافیا است. اون یکی هم آقای دلاوریه. نه خیر. عسکریه. زودیاک هم آفاق. دو فرصت استعلام دارید. مایلید که ازش استفاده کنید؟ رای میاره. یک، دو، سه، چهار، پنج نفر از بازی شما خارج شدند که از این پنج نفر برخلاف روال میخوام صندلی به صندلی بهتون معرفی کنم. شهر شهر بفرمایید. من اون شهر پنج طبقه گرفت. لطف کردید و پنج شهروند رو از سیسیل به دنیای مردگان فرستادید. کماکان هر سه مافیا و زودیاک بین شما هستن. سر صحبت در روز قبل کاوه آفاق بود. از بهرنگ علوی شروع میکنیم. چالش من امیدوارم که شهر نبازه. ببینید یک دو سه چهار پنج شیش هفت. از این هفت نفر سه نفر شهر بندن. پس سه مافیا و یک زودیاک هنوز تو این بازی. اگه مافیا این بازی رو برد به پای هوش و تاکتیک خودش نذاره. با فکت میگم چون شهر تو در و دیوار بود. آقای مشتبه گان داره. ما میگیم شهرمون مریم مومنه میکشه روش. خانم مومن سفت میگیره رو خانم حدیث فولادوند که به ایشون باید رأی بدیم حتی زمانی که حق رأی نداره باز هم رأی میده. ما اگر امشب مافیا بیرون نکنیم تقریبا فاتحه شهر خونده است. من بر اساس برایند تا الان آقای دلاوری عزیزم شما تارگت روز بلایند من بودین. بعد از اون هم بیشتر دیدم شما رو پلاک برمیدارین. تا آخرین لحظه هم
حالا من روز بلایند میگم روزی که فیلینگی به هم تارگت میزنیم. شما تا آخرین لحظه هم به مریم مؤمن باز تارگت زدی. ایشون شهره، چه چیزی داری الان شما بگی؟ شما به نظرم پشت دست مشتبه یک سفید نمایی کردین. خودش بلند نشد اونجور با شور و حرارت بگه من شهرم. شما بلند شدین گفتین با لایک و دیسلایک شهروندا به من نشون بدین پس مشتبه شهره. این یه آگاهیه، برای منم باز سوسوه. متشکرم. شما باید بابت این قضیه توضیح بدین. تارگت کردین شهر رو، پشت یه شهروندم سفید نمایی کردین. الان تارگت امروز من شما هست. ممنونم. بفرمایید. چالش. خب بهرنگ عزیز، نمیدونم اینو از کجا داری میگی. کاملا مشخص بود که مشتبه شهره و محافظ باید براش پا میشد که احتمالا توانای محافظ رو ازش باید گرفته بودن. و برای من مشتبه شهر صد بود و شکی توش نداشتم. اینکه میگی از کجا میدونی؟ خب با فکت و با موقعیت و با نوع بمب‌گذاری برام مطلقاً معلوم شده بود. الان اگر میخوای در حقیقت جمع رو روی من متمرکز بکنی خیلی برام سیاه میشی. امیدوارم که اشتباه دربارت نکنم. به شدت رو شک میکنم آقای غفوریان، فقط به خاطر اینکه مریم مومن باد بازی میکرد بهت اعتماد دارم. یعنی میخوام که شهر باشی. یعنی الان اینقدر احساس قربت میکنم مجبورم که حتی بدون فکت باد بازی بکنم. درنش یکم بهم یه چیزی بده که بتونم بهت اعتماد بکنم. این طرف صورت نسبی به آقای عسکری میخوام نگاه شهر داشته باشم ایشال و کمکم کنید برای اینکه بتونیم از این وضعیت درآییم. خیلی وضع شهر خرابه. مرسی. من بگم کمک میکنم. ببخشید اجازه است؟ آقای دلاوری عزیز، ما دیگه به هر حال شما رو، نه من، همه دوستان میشناسن. شما بسیار آدمهای گردن کلوف و مافیا بگیره خیلی تیری هستین. مافیاهایی رو گرفتین به مردم معرفی کردین که اصلا ما مثلا شوخی در اون حد. دمتونم گرم، ما که قلبا شما رو دوست داریم. اما دو تا مطلب، آقای دلاوری کجا سوتی میده؟ یک، میگم از کجا آگاهی داری مشتبه شفیع شهره؟ خودش بلند نشده مشتبه شفیع بگه محافظ برای من بلند شو. اینجا رو دقت کنین، شما براش محافظ میخوای. چرا محافظ میخوای؟ چون شما میتونی زودیاک بازی باشی. شما تنها نگرانی در این بازی محافظه. محافظ رو به خاطر مشتبه شفیع بده بری بیرون. بین زودیاک و محافظ قطعا شما سیاه بازی. اجازه بدین، شما محافظ داشتی میدادی بیرون راحت بازی کنی. متشکرم بهرنگ. و در مورد مریم مؤمن هم ازتون پرسیدم، هیچی نگفتین. چرا پس؟ نه دیگه. من بهرنگ جان رأیتون رو میگیرم. بفرمایید. ببخشید. خب الان سه تا شهر داریم و سه تا مافیا و یه زودیاک، درسته؟ من فکر میکنم الان دیگه وقتشه که دیگه ما بهتره که همدیگه رو محکوم نکنیم. یعنی بگیم چرا تو اینو گفتی، چرا تو اینو گفتی. من میگم الان دیگه باید اعلام صد بکنیم که رو کی الان دوباره اجماع کنیم برای اینکه رأی بدیم، برای اینکه با تیر شب مشخصه که مریم و هلیا حتما یکیشون رو زودیاک زده، حتما یکیشون با تیر مافیا رفته بیرون. اصلا شکی وجود نداره. چیزی که من در موردش، چرا فکر میکنین شما؟ آقای آفا، به خاطر صحبت رأی شما رو میگیرم. آقای آفا اگر شهری پس شهر بازی کن. آقای خیابونی من معذرت میخوام، ولی من از اولم بلایند دلم میخواست که واقعا تارگتم شما باشی و بودی، ولی به دلیل زیبا صحبت کردن شما، به دلیل اینکه شما بحث و یه جاهایی میبری که یه ذره آدم منحرف میکنه، اصلا آدم متوجه نمیشه یعنی که چی هستش واقعا. من واقعا الان رو شما یکم شک دارم، همینطور رو شما که از اول رو من تارگت زدی، بعد یو تارگتت رو عقب کشیدی و دیگه اصلا فراموشش کردی. متشکرم. من زودیاکو دارم الان، ولی بعدا. بفرمایید. خب من چالش اول به مهران داده بودم. بچه ها الان من چه کوفتیم؟ چرا کسی به من تارگت نمیزنه؟ بزنین دیگه.
تارگت بزنین که شب با تیر نزنین، مرد باشین. الان سه تا مافیا گردن کلوف نشستین تو بازی، تارگت بزنین. من چیم الان؟ آقا من اگه شهروندم با لایک و دیسلایک به من نشون بده. من شهروند شما نیستم. آقای خیابانی من شهروندم. آقا من شهروندم. خانوم من شما شهروندم. برنگ جان من شهروندم. خب دمش گرم. باز به نظر من یه مافیا جرأتشو داشت که منو مافیا اعلام کنه. آقا من گان دارم. تایید میشه. من کاور میزنم. آخ زودی ها کزن شلیک اتفاق افتاد و کابه در این لحظه ما رو ترک میکنه. متشکرم آقای کابه آفاق به اونقه مردگان میرن. آفری به من کابه آفاق رو زد. من بهش جنگی داده بودم. باری که نه سلخرم یه کاری. متشکرم. شما کشته شدید و وصیتی هم ندارید. و مرد یا زن تنهای سیسیل، قاتل سریالی سیسیل، زودیاک. آقای غفوریان بسیار چهره زیبای مافیاتوری دارین. آقای آفاق بلند میشید و میگه که فکت بیار برای من که چرا من به نظر شما مافیا هستم. خب چرا شما فکت میاری برای من که چرا من مافیا هستم؟ خانم شما مافیایی؟ خانم نسیم عده. آقا میگه محکومه به اینکه با من بازی کنه. یعنی چی؟ یعنی شب چشمشو باز کرده دیده چشم مریم مومن بسته است. زبان بدنش خود به خود آدم و اسم مافیا بهش میده. اصلا قبل بازی هم من اسم مافیا بهش داشتم. پس میشی مشکوک بازی. خانم بنده مافیا نیست. کاوه عزیزم بدم نمیاد مافیا تو در بیاد. مرسی. اشکال نداره، من با دل و جرأت بازی میکنم. من شهروندم و به درد شهرم میخورم. زودیاک بخوابه. توفنگتون اجازه بدید چون در دنیای مردگان دیگه به دردتون نمیخوره. بفرمایید. اما ممکنه این به دردتون بخوره. لذت ببرید. بفرمایید. زودیاک بر. بفرمایید. آب بپاشیم سرش چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ آب بپاشیم سرش. کلینشیت میبره. الان کلینشیت بود. باشه بالاخره زودیاکو زد اومد. دله درست زد. درست. ای کاش باید دقیقا به کابه راست میگی میباکنه. آقای آفاق. کابه. من زودیاک بازی هم. چرا میگفتم؟ چرا میگفتم چی شد؟ من کلین شیت هم. برین که این مافیا داره میبره. فلانی رو بدیم بیرون. فهمیدی؟ تو که میدونستی خیابانی هست. تو که بدونم بدا. الان برمی میشه. من اگه مثلا همه نوشابه واسی هرم. نه اول ساده. خدا رو شو یه ساده بیدونم. بس آقا مکوب کردیم. 3-3. آقا مهران برای آدم کشی در روز روشن انقدر خوشحال میشه؟ بله. بله. خیلی خوب آقای حمید عسکری با شماییم. خب دوستای عزیزم فکر کنم بازی دیگه تمومه. کاملا مشخصه. از نظر من خانم ادبی که سفید شدن خیلی وقت پیش بهترین آنالیزو بهرنگ کرد. اصلا دیگه به نظرم اصلا بازی رو جمع کردی، همه چی مشخص شد. از نظر من کاوه، یعنی به این نتیجه گیری رسیدم که کاوه قطعا مافیا بود. آقای دلاوری شما همیشه مافیا رو دستگیر میکردی، این دفعه توی چنگ شهرونده داری میفتی. چرا؟ به نظر من کاملا اجماع کنیم چون این آخرین فرصت اونه. اگر این فرصت رو از دست بدیم قطعا باختیم.
این همین لحن، این ثانیه فقط مهمه. خواهش میکنم که درست تصمیم بگیرید. ممنونم آقا جواد. خب آقا، استدلال بهرنگ عجیبترین استدلال جهانه. میگه که تو چرا رفتی پشت مجتبی؟ مجتبی استعلام کردیم شهره، یعنی من که رفتم پشت شهر بوده که من رفتم پشتش. اعلام مشخص شده چرا من رفتم پشتش. شما میگی شک داری هنوز به اینکه مجتبی شهره؟ اومد رو صندلی زد گفت آقا این شهره دیگه، چه شکی داری؟ شکت سر چیه؟ آقا من ناچارم اینجا بهرنگ برای صد سیاه بشه و آقای عسکری به واسطه ارتباطی که با بهرنگ برقرار کرد، یعنی احتمالاً اینا دوتا میخوان که یه دونه شهر رو بدن بیرون. مهران فعلا، یعنی دوست دارم که با همدیگه بازی بکنیم، این دو نفر سیاهن برای من و اجماع بکنیم برای اینکه روی بهرنگ. متشکرم. خیلی به قول آقا مهران خفن شده داستان. الان اگر آقای آفاق عزیز مافیا بوده خب به نفع ما شهری هست، اما اگر شهر بود چی؟ ما فقط دوتا موندیم. آمارو داشتید دیگه، 3-3-1. اگر مافیا بود و رفت، حالا مهران زده دیگه، بالاخره گان داشته زده، الان مافیا شده 2، شهر همچنان 3 و یه زودیاک تک داره میتازه. چه کنیم پس؟ من با بهرنگ موافقم، الان رأی بگیریم آقای دلاوری رو از شهر بیرون، چون منم احساس میکنم که زودیاکه، منم احساس میکنم که زودیاکه. و اگر زودیاک بره همشهری ها، اگر 3 نفر باشیم ها، من دارم فکر میکنم بگه اگر 3 نفر باشیم زودیاکو که بیرون کنیم مافیا رو بیرون میکنیم، بردیم مافیا رو. الان این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم. سه تا چیزه با حالم گوه باید. خب من کار خودم رو تو روز برای شهر کردم. ممنونم از تفنگدار که به من تفنگ پر داد. و آقای خیابانی 100% مافیا بودن که رفتن بیرون. بله، و نظر منم اجماع هستش. بذارین چیزتر جمعتر بازی کنیم. در مورد آقای دلاوری رأیت مثبته که بره بیرون یا شما؟ خود شما الان درخواست کردین بر آقای دلاوری. خب الان بله برنگ. عجب نینو بایستا میخوان رو دلاوری اجماع کنن. خب منم میگم اجماع کنیم با این که نه اجماع کن. بلند شو دلاوری بگو بهرنگ علوی رو من وصیت کردم، چرا هیچی نمیگه؟ من خودم خیلی رو آقای دلاوری نبودم، ولی من میگم اجماع کنیم، تو روز اجماع کنیم. به نظر من فکر میکنم 70% زودیاک هستن. متشکرم. و به نفع مافیاس الان با شهروندا بازی کنه. هنوز تموم نشده بود حرفم، نشستم. خواهش میکنم. متشکرم از همه رفقا. صحبت کردین در ترن خودتون و چالشایی که گرفتین. بریم سراغ رأی گیری. 6 نفر در بازی هستی دوستان، با 3 نفر وارد دفاع میشید. کسی هم که حق رأی نداشت که آقا مهران لطف کردن به مغز آقای آفاق شلیک کردن و به اتاق مردگان رفتن. همه دوستان حق رأی دارن. شروع میکنیم از بهرنگ علوی. 0 رأی. محمد دلاوری. تمام. پنج رأی. کامل داخل دفاع. نسیم ادبی. 1 رأی. حمید عسکری. 0 رأی. جواد خیابانی. 0 رأی. ما همه ما 0 رأی. این اصلا معلوم نیست چی آقای عسکری، این رأی نیست. یا رأی میدید یا رأی نمیدید، این هیچی نیست.
مهران غفوریان. سفرای. متشکرم. آقای دلاوری. تک دفاع. من خطابم به اون یک شهروندیه که اینجاست. حالا حدسم شماید آقای غفوریان. همه وقتی دارن میگن دلاوری، یعنی مجموعه همگی با همدیگه تصمیم میگرفتن، یعنی مافیا تو این مرحله داره خودشو میده بیرون، یعنی الان اینا یارای منن، رأی میدن من برم بیرون. باری کلا درست داره میگه. همه وقتی بهش رأی میدن معلومه که شهره. اگر اینا ما اگر من مافیا هم، همه الان یارای منم دارن میگن من برم بیرون، میشه اجماع در این ساعت تو این مرحله مشکوک نیست؟ اون شهروندی که داری صدای منو میشنوی مشکوک نیست این کاری که دارن میکنن؟ اصلا تو این مرحله چه نجمایی اتفاق نمیفته، مگر اینکه کاملا شهر رو ساده فرض کرده باشن. من چجوری بهتون بگم؟ قطعا اگر من برم بیرون کار تمامه. دفاعتون تموم شد؟ باید. شما کماکان بیستید. دفاع خیلی احساسی و کمی بغض‌آلوده مرد مافیاکش تلویزیون ایران رو شنیدی، محمد دلاوری. از میان شما پنج نفر اگر محمد دلاوری سه رأی یا بیشتر بیاره، در همین لحظه به اتاق مردگان میره. لطفاً به تمام اکت‌هایشون از اول بازی تا الان دقت کنید. لایک‌ها، دیسلایک‌ها، حرفاشون، چالش‌هاشون، کمی فکر کنید. با مافیای واقعی راحت تر بودن واقعا، یعنی راحت تر میشه مافیای خودرو و دارو اینا رو تشخیص داد، چون خیلی راحت تر خودشون رو لو میدن، یه سابقه دارن. این بازی برام سخته، کمکم کنید بازی رو یاد بگیرم. و بعد از شمارش من، اگر علارغم دفاعی که از ایشون شنیدید معتقدید ایشون باید در این لحظه سیسیل رو ترک کنه و به اتاق مردگان بره، دستتون رو بیارین بالا و نگه دارید. 1 2 3. چهار رأی. آقای دلاوری وصیت شما رو میشنویم. فکر کنم به این کار از وصیت گذشت. شهر منفجر شد و متاسفم. بشینید لطفا. من یک توضیح بدم بعد اتاق مردگان برید. بفرمایید بشینید لطفا. در بازی ما روزها و شبها به هم چسبیده است. هر روزی یک شب در پی داره. اما چون سه مافیا در بین شما پنج نفر موندن، با هیچ اتفاقی در شب شهر برنده نمیشه. پس همینجا اعلام میکنم مافیا با کلین شیت برنده بازی میشه. حمل شماره بگو، پیروز و مردانه بگو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بگو، بر حمل شانانه بگو. بر حمل شانانه بگو. دوستان از اتاق مردگان به ما بپیوند. بدرنگ حس میکنم حساس شدم نسبت به افراد جدید،